این هم آخر دنیا. محل ملاقات با اسرائیل. تا به حال هر کس با مختار هم بند شده اعدامش کردند. آخرینشان کورپیری بود به نام ابن عفیف. برخیز مختار، میهمان داری. منم ابو اسحاق، پسرم مد زایده. زایده، تو اینجا در آخر دنیا چه میکنی پسرمو؟ آمدم جانت رو بخرم پسرمو. تو رو به خدا دست از لجاجت بردار. یک کلمه بگو پشیمانی تو از این گور نجات پیدا کنی. به خدا قسم از امیر عذر بخوایی و اظهار ندامت کنی حکم آزادیت رو خواهم گرفت. پس پسر عمویم بی دلیل به زیارت اهل قبورش نیامده. ممنون که یادی از انبات خودت کردی، اما این گو شرافت دارد به تقاضایی که تو از من میکنی. ابو اسحاق، به خدا قسم توبه و تقصیر نکنی امیر تو رو میکشد. به خدا قسم من او را خواهم کشت و بر صورتش پای خواهم گفت. یال العجب، در قل و زنجیر هم گردن کشی میکنی ابو اسحاق. شنیده بودم مثل برخی از حضرات علی دوست گرفتار اوهام و خیالات شدی. باورم نمیشد. خوش آمدی اسما. آنچه را که امروز شنیدی آویزه گوش کن تا روزی که معجزه خدا را به تو نشان دهم. برای زخم چشمت مرهم آوردم ابو اسحاق. کاش برای زخم دلم مرهم می‌آوردی. امان از نیش زبانت. اسماء خارجه شاهد بود و دید که با چه دوز و کلک این مرهم را آوردم. زحمت کشیدی پسرم. این زخم چشم مونس تنهایی من شده. ما با هم رفیق شده ایم. او رازدار من است و سنگ صبورم. خوب شود کسی نیست به درد دلهایم گوش کند. برو، مرا به مرهمتان نیازی نیست. دلم خوش بود که میتوانم خدمتی به پسرم مویم کنم. این دلخوشی را از من دریغ میکنی پسرم مویم. گورتان را گم کنید، بیغیرت های نامسلمان، مزدور های گم کروش. هار شدی، به سرت زده دیوانه، خفه شدم. به خوهرم سبیه در مکه نامه ای بنویس، بگو از شوهرش بخواهد برای یزید نامه ای ببرد و آزادی ما را طلب کند. میکشمت، میکشمت، خود برو جنم. آشکار شده ای مختار، رحمتش کن. این دخمه ی تنگ و ترش هم آدم اده کرد. حیف که به سفارش مافوق هم گردنم شکسته است و اگر نه گردن کلوفتت را میشکستم. کرام از خوبی کردن به تو. من احمق بودم که خواستم خیر سرم سلی رحم کنم. حقت زنده به گورشی. انقدر در این گور بمان تا بپوسی، تا بمیری.
من سرد. نامه ی امیرالمومنین یزید است. بنده‌دار نیست مسلمان. کسی را که بادهای ویرانگر تکانش نمیداد یک کورک حقیر به زانویش درآورده. حکایت پشه ایست که در گوش نمرود یا شداد شد و جانش را گرفت. دور از جان. خلیفه جوان ما در چال است قاصر. خدای نکرده کسی که عیششان را منقص نکرده. خیر، شکر خدا اسباب عیش خلیفه برقرار است. خدا را 100,000 مرتبه شکر. خاطر مبارک ایشان رنجور نباشد. بر ما فدایان هرچه آرز شد شد. بنو رئیس. بله امیر. قاصد خلیفه را ببرید پذیرایی شاهانه اش کنید. بیگمان کوفته و خسته راه است. بله یا امیر. اوف، بر این همه حماقت و رذالت مردک دمدمی مزاج عیاش گندش را در آورده. تا حسین زنده بود پا روی خرخره من داشت که حسین را بکش، حسین را بکش. حال که حسین کشته شده احساس ندامت و پشیمانی می کند. مردک بوزین پرست سر به هوا پیش قاضی و ملق بازی. جوانک ابله هر چرا که من رشتم می خواهد به توصیه ریش سفیدی صلوات نشخار کن پشم کند. الاغ یک جو از هوش ذکاوت معاویه به ارث نبرده. چه نوشته که این همه خودخوری میکنی؟ چه نوشته؟ حکم قتل خودش را به دست نالایق خودش مهر کرده. بخوان. نوشته بی معطلی مختار ثقفی را از زندان آزاد کن. چرا؟ چون به گواهی پسر عمر ابن خطاب مختار در حوادث کوفه دخالتی نداشته. مردک گول کودن. پسر خلیفه ثانی شوهر خواهر مختار است. مسلم است بر له اوس نه بر علیهش. حتما مختار از خواهرش خواسته، خواهرش هم شوهر زنزلیلش را وادار کرده تا با مشتی اکاذیب و احیانا مشتی موعظه با کمی چاشنی تهدید و تشر به یزید نامه بنویسد و آزادی مختار را طلب کند. توف بر قبر پدر آدم بیدرایت. چرا خونه خودت را کثیف میکنی؟ خب تو هم به خلیفه نامه بنویس و او را از حقیقت ماجرا با خبر کن. نمیشود مغل، نمیشود. یزید از ماجرای حسین ترسیده. در مکاتبات اخیرش تلویحاً همه کازکوزا را بر سر ما می شکند. به تقاضاهای ما یا جواب نمی دهد یا به بهانه های واهی آنها را به تعویق می اندازد. چند بار نوشتم حکم امارت ری را برای پسر سعد بفرست. کو؟ فرستاد؟ مادر مرده کم خدمت کرد در حادثه کربلا؟ مردک دیوانه شده از بس امروز و فردایش کردیم. میخوایی چی کار کنی؟ یزید بیش از این استحقاق خدمت ندارد. آزادش میکنم. مختار را آزاد میکنم تا خواب و خوراک بر خلیفه حرام کند.
مسرورم که زنده میبینم مختار. آزاد شدی مختار، آزاد شدی. امیدوارم زندان درس عبرتی شده باشد تا طبع چموش و سرکشت را مهار کنی. آدمیزاد موجود عجیبی است، طبعا میل به عصیان دارد، که انهو جدش آدم ابوالبشر. همه ما نیاز داریم هر از چند گاهی افسارمان را شروع صفر کنند تا به هر راهی که دلمان خواست نرویم. در میانی شخص خلیفه باعث شد تا تو را نکشم. البته دعا به جان بن حریث کن و به جان شوهر خواهر عزیزت. یکی شفاعت به من کرد و یکی به خلیفه. تو آزادی مختار، آزاد آزاد، فقط به یک شرط: در کوفه نمان. 3 روز به تو مهلت میدهم از کوفه بروی. 4 روز در کوفه رویت شوی، خونت پای خودت. بیرون. آزادی این اجدها خواست من نبوده، خواست شخص خلیفه است. پس من رو ملامت نکنید، این هم دستور قاطع خلیفه. خودتان بخوانید. خلیفه چرا چنین خطایی کرده؟ خب بشر جایز خطاست شمر، علل خصوص خلیفه ای مثل یزید که شاعر هم هست. شاعرها تلون مزاج دارند، درست مثل هوای بهاری اند، گاه خروشان و بارانی، گاه آبی و آفتابی. آزادی مختار یعنی حکم قتل ما؟ بله، خود یزید هم از خطر مختار در امان نیست. پس باید کاری کرد. یبن سعد، تو خود لحن خلیفه را خواندی. از دست من کاری ساخته نیست. شما می توانید کاری کنید، درنگ نکنید. باید مختار را بکشیم. بکشید، اما نه در کوفه. من به او 3 روز مهلت دادم تا از کوفه برود. اگر در کوفه باشد و مهلت تمام نشده باشد او را بکشید، مجبورم به جرم تمرد از فرمان خلیفه شما را قصاص کنم. صبر کنید تا از کوفه خارج شود. بیرون از کوفه کشته شود به من مربوط نیست. قلباب میکنی یا جفتک میزنی؟ درب شکست، درب طویله خودت بود همینطور میکفتی؟ علیک سلام عمه. چه شاه پسری، چه ادب و نزاکتی. مادرت کجاست؟ مرحبا گل پسرم، مرحبا تاج به سرم. مبادا زبان دو مسخالیت را تکان بدهی، خدای نکرده حناق میشوی. تو چرا دست از سر مادرم و این خانه بر نمیداری عمه؟ واه واه واه، خدا به دور.
چه زبان تند و تیزی. صد رحمت به نیش مار. پسره که بی حیا، خوب است موهای پشت لبت هنوز کرک است بچه. تو ریش و سیبیل دار شوی چه آفتی می شوی. من پسر مختارم عمه. این رو در گوش هایتون فرو کنید. خوبه خوبه، من پسر مختارم. خیال می کند پسر سکندرشاه است. تو پدرت ملک عذابید. زمانه عوض شده به خدا، نیم وجب کله پاچه چه دومی در آورده. نه حرمت قوم و خیشی سرش می شود، نه حرمت خود و کلان. چه شده خواهر؟ چرا رنگت پریده؟ این توفه با من چرا در افتاده؟ ای خواهر، این هم از شوربختی من تاله سوخته است. روزی یک بار در دیگم می کند و می جوشانه. خب از بوته خار شطور گل سنبول نمی روید خواهر، می شود همین جوال دود. مختار چه گلی به سرت زد که پسرش بزند؟ تقصیر خودت بود خواهر. بس که در مقابل مختار کوتاه آمدی، این بچه هم دیده دارد ادای پدرش را در می آورد. ادا نیست، دلتنگی از پدر بهانه گیرش کرده. مادر ببین شکل پدر شده است. برو جان مادر. عمر چطور است جاریه؟ بچه ها چطورم؟ دست بوست. خودت چطوری؟ مثل دیروز، مثل پریروز. هنوز نتوانستم به نبودن مختار عادت کنم. به صدای هر دقل بابی دلم هری میریزد. خوابم شده کابوس. تا کپه مرگم رو میگذارم سر مختار با بنیزه میبینم. چرا تکانی به خودت نمیدهی خواهر؟ مختار کم فامیل و رفیق دمکلوف ندارد. تو چرا حسود نیستی ناریه؟ کمی به هوای نازنینت نگاه کن که دور افتاده و به هر کس و ناکسی روی میاندازد تا برای مختار کاری کند. معلوم است به گوش مختار برسد عمره می شود سوگلی حرم دلش. توهی بنشین خودخوری کن، کابوس ببین. فردا مختار آزاد شود، همون یک ارزن محبتی هم که به تو دارد نصیب عمره می شود. تو دعا کن مختار آزاد شود، مهر و محبتش را به عمره می بخشم. تا وقتی مختار آزاد بود او را یک نیمه مرد می دیدم. مردی که نیمش مال من است، نیمش مال عمره. از وقتی زندانی شد فهمیدم که فقط سایش به قاعده 10 مرد می ارزد. آخ که تو چه ساده لوحی و دست و دل باز. عمره هوای من بود دلش را به سیخ می کشیدم و می خوردم. دلت خوش از سایه سر داری. از سایه سرت خونکایش به تو میرسد و گرمایش به عمر بانو. قصه نخور، شاید همین روزا سایبان سرت آزاد شد. خدا رو چه دیده ای؟ تو چیزی شنیدی جاریه؟ عمر یک چیزهایی نشخوار کرد که خوب نفهمیدم. گویا شوهر صفیه برای یزید نامه نوشته و از او خواسته مختار را آزاد کند. ای خواهر، یزید در شام است و مختار در کوفه زندانی. شوهر صفیه باید به ابن زیاد نامه می نوشت، نه به یزید. شاید نوشته؟ کسی چه می داند؟ باید صبر کنیم عمر از قصر بیاید. او شامه تیزی دارد. حکمان خبرهایی بوده که بوی آزادی مختار به دماغش خورده. بعید نیست عمر امروز از قصر بیاید، هر دوی ما را خوشحال کند.
تو به شوهرت میرسی و من به شاه بانوی ملک ری. یک ماه از باروبونه سفر به ری را بسته ایم. نمیدانم چرا خلیفه امروز هم. حکومت ری در ازای سر حسین معامله حقیری است. عمر سعد باید حکومت سلیمان نبی را طلب میکرد. مختار جاریه، تو شوهرت آرزوی شاه بانویی و پادشاهی ملک ری را به گور میبرید. این وعده پسر پیامبر است. شما از گندم ملک ری نخواهید خورد. برو جاریه، ریختن خون یک ضعیفه ملعونه در خانه هم ننگه بود. سر از بدنت جدا میکردم. بوی تعفن شما هوای کوفه را مسموم کرده. مختار، همه ی کوفه میدانند شمشیر برایی داری. خیال میکردم شمشیر مختار هر چقدر تیز باشد رگ قوم و خیشی را نمیبرد. ناریه، شمشیر این افریته و شوهرش خون خدا را ریخت، رگ خدا را برید. خون حسین خون خدا بود که بر شنهای داغ صحرای نینوا ریخته شد. این آخرین باری است که شیطان حریم خانه مختار را با قدم و نفس ناپاکش نجس میکند. همشو وحشی بود، زندون وحشی ترش کرده. خدا برادری مثل این قول بیشا خودم را نصیب گرگ بیابان نکند. ای شیر زخم خورده، به خانه خوش آمدی. ای شیر زخم خورده، به خانه خوش آمدی. ای پیر آب دیده، به منزل خوش آمدی. ای شیر زخم خورده، به خانه خوش آمدی. از لشکر ترنم و ترقص و ترب بر بال فرشته اش بنشانی تا پای لنگ فراموش شود. بیایید بیایید به جادوی سرپنجه و ساز، به جادوی چشمان غماز، بجنبانید دست و گردن و کمر، بزدایید غم و اندوه از جسم و جان امیر رنجورمان، بنوازید و برقصید و بلغزید. امان داغ امشب، دلم کباب امشب، حالم خراب امشب. امان داغ امشب. گم شوید ارزا، گم شوید هرام زادا. برای من دماغ والا میکشی باچ فلشتای نانجیم. من بومیدم افنا، من بومیدم لگنا، من بومیدم. همه این دوتا از گور تو برمیخیزد. نمک بر بخیره. تو هر شب این نمکایی حساب را میآوری دوباره سر بخیره. شدی خفت میکنم، خفت داده دقیقا.
من بو میدهم؟ نخبت میکنم بد داد در دقل میکشمت. مغل جان نمیری؟ مغل جان نمیری؟ مغل بی پدر حب باز. آخ آخ چه خبر از سبا؟ آخ آخ گوری بابای ایکل من به پای نازنین خودت رحم کن. من بعد مجالس طلب شبانه موقوف شیر فهم شد؟ آخ سرم آی آخ سرم آی آخ آی. چه شد؟ چرا طوفانی شدی؟ زبانم لال. جن دیدی؟ یا این ضعیفه ها سم داشتن؟ همین که شنیدی. من بعد هر مجلسی به نام ما و به بهانه تسکین درد ما برپا شود عاملینش را گردن میزنم. نگاه این لجارا از صد تا فوشم بدتر است. زنی که منو طوری نگاه میکرد که انگار گوه دیده. نه، تو از دست تحکم های نسنجیده یزید عصبانی هستی. دقیقه دلیت را سر مقل مادر مرده و این عملجات ترب خالی میکنی؟ خسته شدم بس که به این جوانک سبک مغز ابله باج دادم. سر قصه حسین هم خر شدم. نفهمیدم چه غلطی میکنم. همان یک بار که به ریسمان پوسیده یا این مرده که بوزین باز به چاه رفتم برای هفت پشتم بس است. جوانک ابله شهامت نداشت پشت ما بیستد. بالکل همه چیز را منکر شد. خاک بر سر ترسویش. میماندی جراحت چشمت خوب میشد، بعد میرفتی. من نفی بلد شدم ناریه. نفی بلد یعنی چه پدر؟ یعنی ترک دیار و شهر و خانه. کسی رو از شهر و خانه اش برانن نفی بلدش کردند. سه روز مهلتت دادن ندادن؟ چرا؟ سه روز مهلت هم دادن نه اما ناریه آتشی در دل دارم که خاموش شود مردم. عشق زنان آویز بر آتش دل مردان. راضی نیستم در غیابم بیتابی کنی. میخواهی مختار را در مبارزه اش یاری کنی؟ بردبار باش ثابت. بله پدر. در غیاب من مرد خانه توی. پاره های تنم را به تو میسپارم. قول مردانه بده با خواهر و مادرت مهربان باشی. کاری نکنی از تو بدنجند. کار سختی است چون شما میخواهید چشم. هر وقت عمه جاری و سکتوله هایش به خانه ای ما می آین من و مادر با هم دعوای ما می شود. ناریه می خواهی نمک به جراحت هم بپاشی با خواهرم جاری معاشرت کن. به خودت رحم کن. هم نشینی با جاری تو را اهل دوزخ می کند.
دلمان زده. برگردید. ساحل را قرخ کنید. باید داخل نیزار مخفیش رو باشد. از هم جدا نشوید که خونتون به هدر می رود. ستا ستا با هم باشید. تک نیافتید که مختار شمشیر زن قهاریست. وجب به وجب نیزار را بجوید. سوارت کو رفیق. خیلی خوب. خیلی خوب. سوانی بشو. فهمیدم ابو اسحاق به درد سر افتاده. اونا فرستاده کمک بیاری. نه حدثم درست بود دوستان. ابو اسحاق به زحمت افتاد. میرم این کمک. تو راه بلدی. بیا جلو. سوار چله بودی احمقا. چطور به عقل یکیتان نرسید که را اشراف ببندید؟ من به عقلم رسید. تو سردستی. دیدم برزخی حرفی نزدم. خفه با همه هم بجنبید. زود باید فرار کنیم. بجنبید احمقا. باید فرار کنیم. بجنبید. فرار کنید. تعقیبشان نکنید. زخمی هایشان را اسیر کنید. باید مغارشان بکشید. ابو اسحاق کجایی؟ ابو اسحاق منم. کیان؟ صدایم را میشنوی؟ منم کیان؟ خودت را نشان بده. خطر دفع شده. مزدوران را عقب راندی.
سیر کن کیان. شباهتی با رستم خیالت دارم. تو همیشه رستم خیال منی مختار. رستم چشمش علیل نبود. هر زخمی به تن پهلوان زینت است. با این حیبت خواستنی تر شدی. ببار کیان، ببار. بر کشته دشت نیلوا باید خون گریست نش. ببار. تو چرا از قافله عشق جا ماندی؟ راه گم کردم ابو اسحاق. راه بلدی؟ چون تو که راه را گم کند نابلدان را چه گناه؟ راه را بسته بودن، از بیراه رفتم، هرچه تاختم مقصد را نیافتم. وقتی به لیلوا رسیدم خورشید بر نیزه بود. شرط عشق جنون است. ما که ماندیم مجنون نبودیم. یا رسول الله حسین، یا رسول الله حسین. شعار را تو یادشان داده ای؟ این شعار آرزوی قلبی خود توست ابو اسحاق. من واسطه بیش نیستم. یا لسارات الحسین، به خدا قسم ذکر شب و روز زندانم این بود که زنده بمانم و به تقاصه خون حسین قیام کنم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. این وعده خداست. به زودی ستمکاران خواهند دانست چگونه زیر و زبر می شوند. درود خدا بر شما باد. خوش آمد نوست. خوش آمد نوست. مبارشان کشیدید؟ بله. مزدوران شمر ابن زلجوشن و عمر ابن سعد بودند. بنا داشتند ابو اسحاق را بکشند. دخیلکی ها سیدی، دخیلکی ها مختار. غلط کردم ابو اسحاق، بیجا کردم. به روح مرده هایم جوف. من بیگناهم. به خدا قسم هفش سر آهله. عمر سعد وعده 100 دینار کرد، نصفش را هم به یانه داد. مرا ببخش مختار. بر پدر آدم فقیر لعنه که به خاطر 100 دینار گول میخورد و به مساف مرد مردان کوفه میآید. مرا ببخش مختار. تا زنده باشم مرید مرا بزن. برخیز. به چشمم اسحاق. برو به عمر سعد بگو مختار تا تو را نکشد نمیمیرد. به دیده ی منت
خدا به بازو و شمشیرت برکت بدهد تا دمار از روزگار این نانجیب های بیهمه کس در بیاوری. شب و روز دعایت میکنم تا به مراد دلت برسی. پرچانگی موقوف، زودتر گورت را گم کن. آن هم به دیده منت دلاور. اسبم را بدهی گورم را گم میکنم. اسب که غنیمت جنگیست، برو خدا را شاک کن که سرت به تنت بند است. دلاور به خدا قسم اسب مال من نیست. بی اسب روم باید یک سال بی مواجب کار کنم. بیا این 50 دینار را غنیمت بگیر، اسبم را بده. چه روی ده، برو تارگوی سگم بالا نایمده. یا خدای محمد، بیا زنده تان. کدام الاغی هر رو هور میکرد که میزنیم میکشیم؟ بس کو؟ از بغلش بیشتر از این ایوانات است. مسلمان خریت شاه خودم دارد. بیست ازشان بردی ویستادند. چقدر عیز التماس کردم هوش و گوش باشید. مختار رندیست که همه گریزگاه ها را بلد است. قربان شما خودتان فرمودید که مختار تنهاست. ما گمان یارانش را نداشتیم. مختار در چنگمان بود که افرادش سر رسیدن. ارزن کل خره کل پو، یک نیست خال عقل داخل کدوی کلت داشتی راه اسب مختار را میبستی. هم وقت میدیدی که مختار تنها تر از تنهاست. گم شویدی خدا را نبینم مفخورای تن لش. حرف بزن شمر، چه کنیم؟ شطور سواری دلا دلا نمی شود. مختار را باید آشکارا بکشیم. او خودش را به یارانش رسانده. با چهار تا شلکور حریفش نیستیم. باید لشکری فراهم کنیم و تا مختار یارگیری نکرده خلاصش کنیم. کدام لشکر شمر؟ از قبر میت من سربازش را بیاوریم؟ شیخ قرار است با کدام لشکر عازم ری شود؟ مرا دست می اندازی بی مادر؟ مرا ریشخند میکنی پس دنی؟ در کربلا من با ریسمان تو نابکار به چاه رفتم. تو نبودی دستم به خون حسین آلوده نمیشد. تو به طمع حکومت ری به چاه افتادی. چرا با ریسمان من؟ وقتی حکم جنگ با حسین را به دستت دادم چرا سر اسبت را کج نکردی و برگردی؟ چرا ماندی؟ مرد باش، گناه کردی گردن بگیر. دست من و دست تو هر دو به یک اندازه آلود به خون حسین است. چرا گرگ جان هم شدید؟ مختار هنوز شمشیر نکشیده، شماها دل پاره کردید. وای به روزی که شمشیر بکشد. مختار از چنگتون گریخته؟ خب حتما یه جایی کارتان میلنگیده. به جای اینکه بنشینید ای به کارتان رو بسنجید، هم را گازگازی میکنین. بانو، شیخ نمیخواد خون حسین را گردن بگیرد. به من نگو شیخ پیر سگ. بفرما منطقه شده فحاشی. عمر رو به من ببخش امر، اون این روزها تلخ زبان و تند مزاج و آشفته خیال شده. یک مرتبه بگو دیوانه شدم. دیوانه نبودی متعرض شمر نمی شدی. تو شمر دو لبه یک مقرازید، با هم باشید می بارید. نشنی چطور ری را در دهانش چرخاند؟ می خواهد مرا به چه زاند؟ بس فقط لغلغه زبان نگرفتی، گوشهایت هم علیل شده. تو فرمانده لشکریان کوفه نیستی؟ قرار نیست با این لشکریان فاتح ملک ری شوی؟ لشکر کوفه هان؟ لشکر کوفه بی اذن امیر کوفه از جایش تکان نمیخورد ابله. خیال کردی من چرا هنوز در کوفه ماندم؟ به اختیار من بود تا کنون خاک ملک ری را به توبره عصب میکردم. حق با عمر است چمر، اختیار لشکر کوفه با عمر بود که غم نداشتیم. من فکر میکنم وعده امارت ری ملعبه ای بود که مرا بفریبند و به قتال با حسین بفرستند. من که به وعده وفا کردم، پس چرا خلیفه امروز و فردا میکند و حج را نمیفرستد؟ Thank you.
وعده حسین است. این وعده حسین است. زهره آشنا رو به خاطر داری شمر؟ به خاطر داری که حسین ما را به چه وعده داد؟ تو را و مرا. من از گندم ری نمیخورم. حسین دروخوست. دروخونیست شمر. تازه رازگو باشد. من که به ری نمیروم گندم بخورم. قصد افسانهش مرا بس است. نان جو میخوریم. نان جو در شکمش. بیاررش میجفتکش. آرام باش عمر. آرام باش. وقتی خوره جان را داری حاجتی نیست از مختار بترسی. همین خوراق بد قبض روحت میکند. آرام باش عمر. تو اهل خرافه نبودی. محض رضای خدا خل نشو. حسین سخنش وحی منزل نیست. عرصه را تنگ دید، تیری در تاریکی انداخت تا شاید ما را بترساند و منصرفمان کند. حسین معجزه داشت، خودش را نجات میداد. برخیز برای مختار چاره ای کنیم. هرچی به او مهلت بدهیم کشتنش سختتر می شود. لشکر کوفه در اختیار ما نیست. به درک برای کشتن مختار. مردان قبیله هامان کفایت من می کند. شرطی که بجنبیم و وقت را تلف نکنیم. حق با شمر است عمر. مرغ از قفس پریده. خب دوباره چینه بپاشید، تله بکارید، چه کارش کنید؟ به همان خدا رهایش کنید، به شکل و شمایل یک افعی در می آید و جان همه ایمان را می ستاند. کور پدر خلیفه هم کرده. مختار را می کشیم. خلیفه غلط می کند بگوید بالا چشمتان ابروست. بن کامل، کیان، شما حکم دو بازوی مختار را دارید. به وفایتان میبالم. در غیابم تا میتوانید یارگیری کنید. از مقصدم نپرسید. گوشهای ناپاک همچون عمر سعد و شمر در کمینند. محال از سبو اصاب از مقصد شرخی با تو بزند. پس معلوم شد زربی را نشناختید. خدا بخواهد عازم کجای ابو اصاب؟ هر جا که تقدیر بخوندم. رازم را فقط با تو میگویم عمره. من به مکه میروم. تو که نمیخوای به تنهایی سفر کنی. امثال عمر سعد و شمر بن زلجوشن بر سر رو هم تله ها کاشتند. با وجود تو نمیتوانم از دامشان بگریزم. کاش به جای مکه به ایران میرفتی مختار. تو در ایران زودتر به مقصد میرسید.